آخوند جبار المعموری که نام اصلی وی جبار عوده جواد المعموری است، به نام های ابو ابراهیم و شیخ مهند عبدالجبار نیز شناخته می شود. وی از افراد قدیمی سپاه نوع بدر در ایران است که از مهر ماه 1366 به استخدام سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس درآمد و تا سال 1382 به مدت 16 سال در ایران به سر می برد. وی در حال حاضر نیز از حقوق بگیران نیروی تروریستی قدس می باشد که شماره پرونده وی 11748 و تاریخ استخدام او 9 مهر ماه 1366 شناخته می شود. آخوند جبار المعموری در ایران به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه نوح بدر و تحت امر قرارگاه رمضان در خدمت دیکتاتوری آخوندی بود و در اقدامات برون مرزی و تروریستی این قرارگاه در خاک عراق مستقیما شرکت داشت. بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و سرنگونی دولت سابق عراق، جبار المعموری از قم به عنوان مبلغ به عراق آمد و در شهر راشدیه مستقر شد و از همان موقع به ترویج بنیادگرایی و فرهنگ ولایت فقیه خامنه ای در عراق اشتغال دارد. وی از ابتدای سال 1383 دست به تشکیل جوخه های مرگ در عراق زد و از عوامل اصلی کشتارها و جنگ فرقه ای در دیالیست. آخوند جبار المعموری به عنوان مأمور سرسپرده ولی فقیه ارتجا و نیروی تروریستی قدس دستور یافت در دفتر محمود المشهدانی رئیس سابق پارلمان عراق نفوذ کند و مدتی تحت عنوان سخنگوی هیئت رئیسی پارلمان عراق فعال بود. طی این مدت گزارش فعالیت‌هایش را با نام مستعار ابو ابراهیم به طور روزانه به سفارت دیکتاتوری آخوندی در بغداد و به شخص پاسدار کاظمی قمی سفیر رژیم می‌داد. این گزارش‌ها متعاقباً از طریق پاسدار قمی برای سرتیپ پاسدار احمد فروزنده و سرتیپ پاسدار حمید تقوی مسئولین اداری امور عراق در نیروی قدس ارسال می‌گردید. جبار مأموری با پول فراوانی که از نیروی تروریستی قدس دریافت می‌کرد در جدیدت‌الشط برای خود یک باب منزل ساخت. همچنین در تاریخ 9 می 2007 یک دانشنامه لیسانس فرهنگ از دانشگاه امام صادق وابسته به نیروی تروریستی قدس در قم که برای اهداف برونمرزی فعال است برای او ارسال گردید. هدف رژیم از تهیه مدرک دانشگاهی برای عوامل مزدور خود در عراق ایجاد شرایطی بود که این مزدوران بتوانند در مناصب بالای دولت عراق و وزارتخانه ها استخدام شوند. این عامل دیکتاتوری آخوندی به عنوان فردی متقلب و مزور که گاه با لباس آخوندی و گاه با کت و شلوار ظاهر می شود نزد اهالی دیالی چهره بسیار منفوری دارد. وی سالانه برای دادن گزارش مأموریت‌هایش و توجیهات حضوری چندین بار به ایران تردد می کند. از سال 1389 سفارت رژیم آخوندی در بغداد برای افزایش فشار روی مجاهدان اشرف جبار المعموری را به صورت حرفه‌ای برای فعالیت‌های ضد مجاهدی به کار گرفت. آخوند جبار مأموری در ابتدا توسط پاسدار کاظمی قمی در بغداد توجیه و سپس به همراه علی زهیری یک عامل دیگر رژیم آخوندی به کرمانشاه مسافرت نمود و در آنجا درباره خط کاری که باید علیه اشرف دنبال کند به صورت حضوری توجیه شد و در شهریور ماه 89 در هماهنگی با یکی دیگر از مزدوران وابسته به سفارت رژیم آخوندی در بغداد موسوم به احلام مالکی برای برگزاری یک نمایشگاه عکس علیه مجاهدین در خالص که تحت نام طاعون سیاه در 25 شهریور 89 در سالن ورزش و جوانان خالص برگزار گردید شرکت مستقیم داشت. تمامی تابلوها و عکس‌هایی که در این نمایشگاه نصب شده بود توسط مؤسسه هابیلیان یک ارگان پوششی وزارت اطلاعات ایران تهیه شده و سپس برای سفارت رژیم در بغداد ارسال شده و توسط سفارت رژیم به صورت CD در اختیار وی قرار گرفت و آنها را در بغداد چاپ و در نمایشگاه نصب نمود. رژیم آخوندی 30,000 دلار بابت نمایشگاه خالص به جبار المعموری و شیخ علی زهیری پرداخت نمود. در برگزاری نمایشگاه از آنجایی که در تقسیم پول بین او و احلام مالکی اختلاف پیش آمد نتوانستند با یکدیگر کار کنند و قرار شد که او
مستقل از اهلام مالکی کارهای ضد مجاهدی خود را در دیالی دنبال نماید و بعد از برگزاری این نمایشگاه به کرمانشاه رفت و مأموریت‌های بعدی به وی ابلاغ شد. جبار مأموری سپس با اودی خدران، یک عامل دیگر رژیم آخوندی که فرماندار خالص می باشد، فعالیتش را ادامه داد و با پول زیادی که از سفارت رژیم دریافت می کرد، مأموریت جمع‌آوری مزدوران محلی برای نمایش در جلوی درب اشرف را شروع کرد و برای اینکه فعالیت خود را به صورت متمرکز زیر نظر سفارت دنبال کند، ارتباط او را با یک افسر نیروی قدس در سفارت رژیم موسوم به ناصری برقرار کردند و از آن موقع به سفارت رژیم در بغداد با لباس غیر آخوندی و کت شلوار رفت آمد می کند. وی همچنین مزدورانی را که برای فعالیت علیه مجاهدین استخدام می کند برای توجیه مستقیم و حضوری به سفارت نزد ناصری می برد و همه برنامه کار او را سفارت رژیم و ناصری مشخص می کند. در توطئه های تجمع مزدوران در جلوی اشرف در تاریخ 20 آذر 89 و 17 دی ماه 89 وی مسئولیت مستقیم داشت و همه امور اداری و پشتیبانی مزدوران تجمع کننده هم از تهیه قضا و تدارکات و جاده سازی بر عهده او بود که از روزهای قبل از تجمع اقدام به آماده سازی می نمود. در کارنامه این شیخک شیاد علاوه بر کارهای پشتیبانی، استخدام مشتی اراذل اوباش برای تخریب سیاج اشرف و حمله و هجوم و سنگ‌ترانی به مجاهدین است و فیلم های این اقدام رذیلانه جبار مأموری را که خودش جلودار آنها بوده است مشاهده می کنید. جواد المأموری، نام های مستعار ابو ابراهیم و شیخ مهند عبدالجبار، عضو نیروی تروریستی قدس به شماره پرونده 11748، استخدام در سپاه پاسداران از سال 1366، نماینده ولی فقیه در سپاه نه بدر، تشکیل دهنده جوخه های مرگ از سال 1383. نعم خامنئي.